این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. پس روش به هوشیاریه، میگه آب خاک اینا اگه چی شد که این آب به خاک تأثیر میذاره، چی میشه که آب به آهن اثر میکنه. همه این تأثیرات به سبب اون هوشیاری است. یکی از این کارهایی که این هوشیاری یا خدا کرده اینه که آب و خاک رو با هم قاطی کرده و این گل ما رو درست کرده. نسبتش دادی و جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. پس نسبتش دادی یعنی این فامیل پیدا کرد، خانواده پیدا کرد، گسترش پیدا کرد وجودش، بهش جفت دادی. خال یعنی دایی، عم میشه عمو. این که صاحب خاله شد، عمو شد، پسر عمو شد و هزاران اندیشه شادی و غم درش پیدا میشه. همین آب و گلی که درست میکنه. باز بعضی را رهایی داده ای، زین غم و شادی جدایی داده ای. خب واضح بیت میگه بعضی هارم مستثنا کردی از این قضیه، منتها اینطوری نیست که یه عده‌ای باشن اینها استثناءن جدا شده باشن، همچین چیزی نیست. این ابیات مولانا منظورش اینه این حالتهای ما اینها هست، به طور عمومی از یک آب و خاکی به هم خورده ما پیدا شدیم. بعد که این جسم ما میاد به این دنیا، یواش یواش شروع میکنه ارتباط برقرار کردن. برای این برقراری ارتباط اولین موجودی که دم دستش میرسه مادره، پس به سینه مادر آویزون میشه و بعد یواش یواش این رابطه گسترش پیدا میکنه، عمه و خاله و دوست و جامعه پیدا میشه. و حالا یک مرحله ای است که این که میگه باز بعضی را رهایی داده ای، یعنی این امکان وجود داره که باز ما دوباره از این وابستگی ها بتونیم جدا بشیم، باز میتونیم از این غم و شادی ها جدا بشیم، بریم بالاتر از اینا وایسیم. برده ای از خیش و پیوند و سرشت، کرده ای در چشم او هر خوب زشت. پس یک وضعیتی برای ما میتونه پیش بیاد که ما برده ای از خیش، یعنی بکنی از خیش و پیوند و سرشت، از تمام اون چیزهایی که الان ما به صورت یا باید یا یک چیز واقعی میبینیمشون. این که ما فرزند پدر و مادریم
و خود دارای فرزند هستی و این روابط رو یک چیزهای واقعی میدونی، در حالی که اینا هیچ واقعیتی توش نیست. یعنی این که کسی پدر من باشه یا پسر من باشه، تمام اون احساسات من فقط توی این عالم خیال خود من هست. این که بین من و پدرم و من و پسرم ممکنه که ژنتیکی حالا یه چیزهای شبیه باشه، مثلا رنگ چشم، رنگ مو، اونا دیگه این آب و گله. و خلاصه که برده ای از خیش و پیوند و سرش، یعنی میتونیم جدا بشیم از این پیوندها و در چشم او هر خوب زشت، یعنی این که جای زشت و زیبا عوض بشه یا حتی از بین بره این تعاریف. این که این خوبه این بده، حالا این گفته خوب بشه زشت در چشمش، منظور این که این ارزش ها از اعتبار بیفته، این چیزهایی که ما خوب و بد میدونیم. خب یه استراحتی بفرمایید که آقا رضا هم لطف میکنه یه غزلی